یه دوستی توی ملاقاتی توی زندگی توی دقیقه زندگی من عوض کرد چون که از من پرسید تو زندگی چه هدفایی برای خودت داری؟ گفتم منظور چیه از اینکه چه هدفایی برای خودم دارم من آخر هفته ها میرم رستوران غذاهای خوب میخورم با خانوادم میرم مسافرت میرم پارتی میرم مهمونی گفت نه منظورم اینا نیستش منظورم هدفای بزرگته من رفتم تو فکر و گفتم هدفهای های بزرگ راستشو بخواین اصلا جوابی براش نداشتم. گفتم هدف های بزرگ دیگه چیه. بهم گفتش که برو خونه و با خودت فکر کن و هدفهای بزرگ تو روی کاغذ یادداشت کن. و من نشستم با خودم فکر کردم و گفتم که دوست دارم توی 45 سالگی بازنشسته بشم. دوست دارم که سی میلیون دلار پول داشته باشم. دوست دارم که خونه قشنگ داشته باشم دوست دارم ماشین گرون داشته باشم اصلا دوست دارم یه زندگی معرکه داشته باشم و اینا رو روی کاغذ نوشتم و دفعه دیگه که دیدمش بهش گفتم که من هدفام روی کاغذ نوشتم و براتون آوردم به هم گفتش که حالا یه سوالی ازت دارم فکر میکنی که آیا برای اینکه برسی به این هدفات باید بهشون علاقه من باشی یا اینکه باید بهشون تعهد داشته باشی خیلی برام عجیب بود دوباره این سوال حالا فرقش چیه که باید بهشون علاقه داشته باشم یا بهشون متعهد باشم گفتش که اگه فقط بهشون علاقه داشته باشی فکر میکنی که داری تفریم میکنی همش برای رسیدن به هدفات بهونه میاری شغل قبلی تو بهونه میکنی زندگی تو بهونه میکنی همش میگی که من پول ندارم و همش بهونه های جور و جور میاری تا به اون هدفات نرسی اما اگه به هدفات متعهد باشی هیچ بهونه دیگه جلودار تو نیستش جلوی هر چیزی که صد راه تو بشه رو میگیری به خاطر اینکه به هدفات متعهدی و این همون چیزی هستش که باعث میشه تو تبدیل بشی به یه آدم جدید و قوی و همون چیزی بشی که از قبل برات مقدر شده بود